کوتاه نوشته هایی بر فیلم های بزرگ قرن بیستم. 5. پوست. پوست 1981 اثر لیلیانا کاویانی متولد 1933. لیلیانا کاویانی جزو معدود کارگردانان سینمای ایتالیای معاصر است که همچون پیر پاولو پازولینی، مارکو فرری و تا حدی کمتر برناردو برتولوچی سینمای خود را تا مرزهای نهایی تحمل رنج بینندگان برای واداشتن آنها به دیدن واقعیت‌های غیر قابل دیدن پیش می‌برد. همان کاری که پازولینی با سالو 1975، فرری با شکمچرانی بزرگ 1973 و برتولوچی گاه در آخرین رقص در پاریس 1972 و 1976 انجام دادند. کاویانی نیز در دربان شب 1974 و فراتر از خیر و شر 1977 و با پوست این کار را تجربه کرده است. در پوست ما با ژانری متفاوت روبرویم که شرارت و زشتی جنگ و سودجویی هولناک انسانها را در عریان‌ترین شکل ممکن نشان می‌دهد. فیلم بر اساس رمانی از نویسنده مشهور ضد فاشیست ایتالیایی مالاپارته 1898 تا 1957 با همین عنوان 1949 ساخته شده است. داستان در اواخر جنگ جهانی دوم در 1944 در ناپل می‌گذرد و در سکانس کوتاهی که می‌بینیم پدری شادمان از ورود نیروهای آمریکایی برای آزادی ایتالیا از فاشیسم جلوی یک تانک آمریکایی می‌پرد، اما تانک گویی بی‌اعتنا و به اشتباه از رویش می‌گذرد و لهش می‌کند. کودک نجات می‌یابد و افسر آمریکایی مراتب تأسف خود را از حادثه به فرمانده ایتالیایی ماستوریانی اعلام می‌کند که تنها می‌گوید این هم می‌گذرد خیلی زود. دوربین با نوعی وقاحت و بدون هیچ سانسوری با یک واقع‌گرایی خارق‌العاده جسد له شده که از آن جز دستی که با شادی تکان می‌خورد باقی نمانده است را نشان می‌دهد. در سراسر فیلم کاویانی همچون فیلم‌های دیگرش همه چیزهایی را که پیروزمندان دوست ندارند هرگز دانسته شود تا مزه پیروزی از میان نرود را یک به یک روایت می‌کند. این شیوه رو در روی مستقیم و برهنه با واقعیت جای بحث و تحلیل زیادی دارد، اما بیشک نمی‌تواند خود واقعیت را زیر سوال ببرد. اینکه نتیجه ورود نیروهای آمریکایی آزادی ایتالیا از فاشیسم است را باید با اینکه مادران ایتالیایی کودکانشان را برای چند بسته سیگار و به دست آوردن پولی برای نمردن از گرسنگی می‌فروختند با یکدیگر درک کرد و از سنویت‌گرایی در درک واقعیت پرهیز نمود. اما آیا نشان دادن واقعیت به گونه‌ای که کاویانی در این فیلم و در فیلم‌های دیگرش انجام می‌دهد یا پازولینی در سالو به خودی خود نوعی ستایش خشونت نیست؟ این پرسشی است که بحث زیادی می‌طلبد.